قشنگ هست و امید است که شما ایزان هم همین گونه قشنگ بیندیشین. بازم صبحتان بخیر همتون عزیز. در این لحظات قسمی که در آغاز برنامه هم گفته بودیم، آقای قاسم راهب با دکلمه اشعارش هستم که شما ایزان هم میپسندین و دوست داریم که حالا دکلمه آقای راهب در برنامه داشته باشیم تا اینکه این برنامه و این فضا شما آقای راهب بفرمایید. از این سیاه و سرخ و سبز نباید یکی کم باشیم. زمان صلح که ما همرنگ هم باشیم. بیا دستت بر ما، بگو دولت تنها نیست. بیا و همصدایی کن، بگو که صلح رویا نیست. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستا، قاسم راهب هستم و امروز در خدمت شما. مطمئنن که با اشعار خیلی زیاد آمدین امروز در برنامه و هم اشعار میهنی دوست داریم خیلی زیاد بشنویم از شما. دکلمه های زیبا و نابتان را هست دیگه؟ حتما، چرا که نه. امروز روز خیلی خوبی است. تشکر از اینکه دعوت کردین به برنامه و حتما شعر خود خواندیم، شعر میهنی خود خواندیم، شعر عاشقانه خود خواندیم. یک چند لحظه ای که مهمان دوستا هستیم کوشش میکنیم یک برنامه خیلی خوبی داشته باشیم. حتما یک برنامه خیلی خوب می داشته باشیم و شما هم شعرتان رو آماده کنین و میخواییم که در برنامه دکلمه کنین و با دکلمه تان فضایی که امروز ایجاد شده، چه در خانه ها، چه در سطح شهر، در کل در سطح افغانستان، میخواییم که این فضا با دکلمه اشعار زیبای شما هم زیباتر شود. چقدر خوب است که امروز کلان از وطن بشنویم، از وطن دوستی بشنویم، از وحدت و همدلی بشنویم، از یک پارچگی بشنویم. و چقدر زیباست این واژه ها که این واژه ها را معمولا شعرهای ما بر ما تقدیم میکنن. درست میگم؟ حتما، چرا که نه. من یک بار یادآوری کرده بودم برای دوستا در مورد کارهایی که من می نویسم اکثرا عاشقانه است و سعی میکنیم که عاشقانه های خود ما رو وصل کنیم به میهن. یعنی من از عشق بگویم و شما بفهمین که عشق من میهن هست و یا تعبیر قشنگی میتونه باشه. بله، عشق که مشترک هست میتونم بگم، یعنی تمام مردم افغانستان عاشق وطن خود است، عاشق این بیرق سیرنگ هست و حداقل امروز به خاطر عشقمون کار انجام بده. خب حتماً. دوست داریم که دکلمه دیگه از شما داشته باشیم، بفرمایید. عشق آن نیست، عشق آن نیست مبادا برسد یا نرسد. دل فقط رفت که آیا برسد یا نرسد. در همین اول شب سوی تو می آیم من، تا که این شام به فردا برسد یا نرسد. ما شرقی معشوق پرستیم و در این عشق گرچه مجنون به لیلا برسد یا نرسد. مقصدم دریاست ولی دل سپرده ام به رود، آخرین رود به دریا برسد یا نرسد. من بهشت را دیدم در این مسیرم، دیگر مهم نیست پایم آنجا برسد یا نرسد. صبح شما بخیر. بهشت را من بهشت را در این مسیرم دیدم دیگر مهم نیست
پایم آنجا برسد یا نرسد. واقعا که افغانستان بهشت ما هست و چقدر خوب هست که بهشت ما را بسازیم. حتما حتما با اراده قوی دوستا، بیننده های عزیز، هر افغان، هر افغان واقعا امکان پذیره. چقدر قشنگ هستم تعبیر بعضی شعرها برای که در مورد عشق هستم و چه عشق بالاتر از عشق به وطن. واقعا که این عشق رسیدنی هست. واقعا زیبایی این حادثه ای هست که عشق ما مشترکه. بله، عشقی هست که همه ما تلاش میکنیم به او برسیم، به جاودانگیش، به زیبایی‌هاش، به آرامشش، به امنیتش، به تمام چیزش. بله، وقتی که ما عشق و معشوق یک نفر میشیم، یکی را دوست میداشته باشیم، چقدر کوشش میکنیم که تنها مال ما باشه، ولی وطن همیشه کوشش کردیم که برای همگی ما باشه. دقیقه. و همیشه خواستیم برای همگی ما، در محدوده همگی ما باشه و دوست داریم که عشق ما همین قسم دائمی باشه و همیشه تاکید میکنیم که این عشق باید برای همگی ما باشه. و میشه که شما هم درباره بیرق سه رنگ ما تعبیرتان را بگوین. این سه رنگ، وقتی که شما طرف سه رنگ میبینین چه حسی میداشته باشه؟ واقعا ما 5 سال پیش یک ترانه به نام صلح رویانیست با یکی از دوستان به نام معروف ارمغان که خواننده ی آهنگ هست کار کردیم و یه قسمتش که خیلی به نظر من زیبا بود و هر افغان احساس خوبی با او قسمت داشت، من در اول برنامه هم خواندم، دوباره میخوایم تکرار کنم به خاطر کسایی که تازه به ما پیوستن. میگن که از این سیاه و سرخ و سبز نباید یکی کم باشیم، زمانی صلح میآید که ما هم رنگ هم باشیم. و واقعیت است، این گپ واقعی است که ما درست تفاوت سرنگ داخل بیرق خود میبینیم، ولی این سرنگ هم از ما است. این نشان دهنده وحدت ما است، این نشان دهنده همدلی ما هست و واقعا ما از دل و جان می بیرق دوست دارم. بدون شک وقتی که اسمی از بیرق میه و اسم از سرنگ میه، یک حس عجیبی در قلب ها پیدا میشه و این حس همون عشقی است که پیش روی صحبت داشتیم. و شعر بعدی دوباره در مورد یک حادثه ایه که هر سال برای ما و شما اتفاق میفته، حادثه سال نو. بسیار عالی، پس میشنویم از شما. حتما. جشن دهقان باشد و کار نباشد چه کنم، سبن حال باشد و پربار نباشد چه کنم، هم از ترس حرام بودن آن آرامم، عید نوروز که با جار نباشد چه کنم، درد پاییز را فقط دهقان می داند که چیست، گل بچینم و به دست خار نباشد چه کنم، روزهای مرا عشق سیاه پوشانده است، شب شود چشمم اگر تار نباشد چه کنم، درد تکراری من هر سال تازه می شود، صد بهار آید ولی یار نباشد چه کنم. مرسی. و پیام خوبی داشت. همیشه کوشش کنیم که در آغاز وقتی یک چیز آغاز میشه فکر ما هم فکر گذشته ای نباشه، یعنی یک چیز جدید باشه. وقتی یک چیز جدید آغاز میشه ما افکار جدید باید داشته باشیم و با همون فکر جدید یک کار دیگه آغاز بکنیم. میتونیم رد بتیم به امروز که امروز رو هم فکر کنیم که یک آغاز جدید هست و ما میتونیم که به گونه دیگه مثلا فکر کنیم. کسانی که همیشه افکارشان آغشته با تا
تعصب آغشته با نفاق، آغشته با بعضی چیزهایی که باعث بدبختی افغانستان شده بود. امروز خدا کنه که این افکار نداشته باشه، حداقل به احترام بیرق افغانستان. دقیقا میگن که یکی از فواید آب لیمویی است که ترشه، قشنگ ممتنیسی میره رب بتون به حادثه امروز. واقعا نماد همدلی، نماد همدیگر پذیری، وحدت میتونه باشه امروز. امروز ما سعی بکنیم دلها را نزدیک بکنیم. حادثه قشنگی که امروز میتونه اتفاق بیفته ایه که ما وحدت ما را حفظ بکنیم و پررنگ بکنیم در این اوضاع فعلی که تقسیم بندی های سیاسی و اجتماعی شده رئیس، ما باید حفظ بکنیم من حیث یک فعال فرهنگی. دقیقا بله. برنامه های امروز تان چه هست؟ میشه از برنامه امروز تان برای ما بگوین؟ امروز خب در ابتدای برنامه حتما یادآور شدین که روز بیرق هست. بله. و بیرق ها برافراشته میشن ساعت 5:28 دقیقه عصر و ما آمادگی میگیریم برای توزیع بیرق بر مردم و همکاری با اونا در مورد معلومات دادن این روز برای مخاطبین ما و انشالله یک افغانستان پرشور، پرهیجان در قسمت برافراشته شدن بیرق ها خود داشتیم. بله انشالله و خدا کنه که تمام جوانان فعال و کسانی که همیشه فعالیت داشتن در عرصه‌های مختلف، مخصوصا فعالین مدنی و فعالین فرهنگی، حتما حضور داشته باشن در جایی که جمع میشن همترهای ما و بیاین امو همدلی و یک پارچگی را برنامهش بگذارن دیگه. حتما. و خودشان ببینن که واقعا چه لذت داره با هم بودن، چه لذت داره ای که با هم دیگر برادر باشیم. یعنی همیشه ما گفتیم که ما مردم افغانستان با هم دیگر هستیم، برادر هستیم و ولی من فکر نمی کنم که عملی کسی کار انجام داده باشه، ولی امروز اگر عملا این کار انجام شوه مطمئنا که از دیدنش لذت میبریم و شاید لذت باعث شوه که ما به گونه واقعی چیزهایی که همیشه گفتیم را عملی بسازیم. یکی از اشعارتان رو دوباره میخواییم که دکلمه کنین، باقی هست؟ حتما چرا نه. و بعد از اون اگر فرصت باقی بود صحبت ها ادامه میتیم. حتما. فرمایید. گاهی اوقات میرسد با صدایم به خودم، به خدا می ترسم از این که نیایم به خودم. چشم خود بر آینه دوزم برای سالها، مات گویم چقدر من آشنایم به خودم. با خودم می گویم انگار خالق این من منم، آفرین میگوید این با خدایم به خودم. در خودم گم میشوم پیدا ولی جای دیگر، تا به خود آیم بگویم من کجایم به خودم. مرسی. و هم یک چیزی در مورد خودباوری بود و ما دوستاشم با همین شعر شروع بکنم که وقتی ما به خود ما باور داشته باشیم، به مردم ما باور داریم، به اتحاد ما باور داریم، به همدیگر پذیری ما باور داریم و باید از خود ما شروع بکنیم. پس همین هم عاشقانه است، چون باید به خود باور داشته باشیم. دقیقاً. چرا که میگن تا وقتی که خودت را دوست نداشته باشی هیچ کسی دیگه تو را دوست نمیداشته باشه. تا وقتی که خودت به خودت احترام نگذاری هیچ کسی به تو احترام نمیگذاره. دقیق است. خیلی قشنگ. و دکلمه بعدی؟ حتما چرا که نه. فقط دوست دارم که خیلی زیبا بتونیم اینا را رپ بتیم برای امروز. یکی از اتفاقای قشنگی که میتونه بیفته یه که میگن یکی باید باشد تا به من گمان ببرد، مرا از این که منم تا به بیکران ببرد.
یکی باید باشد دست به تنظیم دل و دست بر حال من و دست بر زمان ببرد. یکی باشد که مرا قانع کند بر نیستن، نه به جای پاسخم دست به گریبان ببرد. نیمه از جان را غم دیروز و امروزم برد، یکی باید باشد تا نیمه از آن ببرد. مثل یک فرشته در میان ما باید کسی صدای خسته من را به آسمان ببرد. شکل یک کشتی سرگردان بر روی آبها رها نکند که مرا باز بادبان ببرد. یکی باید باشد تا که بگیرد دستم به دست آن که خودش گفت مهربان ببرد. گرچه می دانم کسی نیست تا یدک بکشد، روی دوشش واژه سنگین افغان ببرد. افتخار این شعر مقبول و زیبا. میخوایم که شما داشته باشیم که به نظر شما امروز باید چگونه تجلیل شود؟ یعنی توقع شما از جوانان چه هست؟ توقع شما از هموطنان ما چه هست؟ مشخص نمی کنیم که کدام قشر جامعه. حالا تماما ما شهروند افغانستان هستیم، مسئولیت ما چه هست در قبال بیرق ما و در قبال امروز که امروز باید چگونه تجلیل کنیم؟ مسلماً فیصدی خیلی نفوذ بالای مردم، نمیدونم جمله چی بود، جوانها تشکیل میده و جوانها قشر بزرگ جامعه هستن. فوکس بیشتر ما روی ایتو برنامه ها جوانها هستن، جوانهایی که قرار است آینده را بسازن، امروز را بسازن، اجتماع را بسازن و یک افغانستان واحد بسازن. جوانها خیلی باید تلاش بکنن برای امروز. بله، بعض جوانان ما در صفحات مجازی خیلی زیاد فعالیت کردن در این چند روز اخیر و صفحه هم ساختن. از طریق همون صفحه هر جوان یک بیرق در دست داره و واقعا این صحنه خیلی دیدنی هست. اگر امروز واقعا تمام جوانانی که در صفحات مجازی هر کدامش از بیرق میگفتن، از هفته اسد میگفتن، اینا کنار هم جمع شوند و از برنامه‌ای که قرار است امروز ساعت 5:28 برگزار شود، میشه برای مردم هم معلومات بدین که چگونه برنامه‌ای هست و شما چقدر در اینجا نقش دارین و کسایی که حالا دور هستن اونا در کجا بیان و چگونه این برنامه برگزار میشه؟ در مورد برنامه‌ای که برنامه از ساعت 5:28 در تمام افغانستان اجرا میشه، برنامه طوری هست که بیرق ها برای مردم توضیح میشه یا کسانی که خودشان بیرق دارن، ساعت 5:28 دقیقه بر بام ها برخواسته و شروع میکنن به اهتزاز در آوردن بیرق. من با هیچ ارگانی، با هیچ نهادی کار نمیکنم روی این برنامه. من حیث یک افغان فقط آمدم چند تا بیرق خریداری کردم برای چند نفر که واقعا بیاین این روز تجلیل بکنیم و دوست دارم با دوستایم این روز تجلیل بکنم. من حیث یک افغان شما و کسایی که واقعا ما رو میبینن، من حیث کسی که هستین بیاین این برنامه رو اجرا بکنیم. این برنامه ملی است، برای ما و شما است، برای همه است، پس بیاین همه ما سهم بگیریم. دقیقاً، بله. ما امیدوار هستیم که امروز جوانان کنار هم حتما بیاین. و یک شعری که من نمی‌فهمم حفظ دارین یا ندارین، ما واقعا دوست دارم که این شعر شما بخونین و به خوانش بگیرین. وطنم دوباره اینک توشانه های پامیر. چه شعر زیبایی، شعر زیبایی. خدا کنه که بتونم حداقل یک بیتش رو بخونم. میگن که وطنم دوباره اینک کوه و شانه های پامیر، بتکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. و فکر میکنم بتکان ستاره ها را که ستاره های این شب همه یادگار زخمند، همه یادگار زنجیر. و من هم حفظ داشتم، یادم رفته.
یک جان تشکر آقای راهب از این که آمدین و برنامه و با دکلمه های زیبایتان برنامه را و این فضا را هم زیباتر ساختین. ما هم آرزو دارم که برسین به برنامه شما هم و آمادگی داشته باشین که گفتین آمادگی دارین، بیرق هم خریداری کردین و حداقل خودتون که کار کردین یک چند جوان دیگه هم تشویق شون و اونها هم شرکت کنن. و این باید است، من گفتم که در اول صحبتم گفتم باید این اتفاق بیفته، باید همه سهم بگیرن. بله، پیامتون. پیام عموما پیامای ما طنز هست و امروز هم طنز بگوییم. فرق نسل جدید و نسل قبل ما ای هست که نسل جدید خیلی بهتر میتونه درک بکنه وطن، اوضاع فعلی وطن، واقعا هر چیزی که فعلا وجود داره نسبت به گذشته خیلی فرق میکنه. حتی پشه های امروزی، پشه عالی نش میزنه بگوی اخ میگه جان و پشه های سابق نمانده. گرچند دیشب من خبر شدم که یکی از پشه ها فرزند ما، اولاد ما است، خون ما در رگایش است و واقعا هاشروی نمیکنیم ای که نسل جدید افتخار میهن بگویم، کس آینده سازای کشور بگویم، بیاین وقتی رسیده که ما باید کنار هم ایستاد شویم، ما باید دست به دست هم بدهیم. پس بیاین سعی بکنین از امروز شروع بکنین و امروز یک تحرک اجتماعی و فراگیر داشته باشیم. زنده بود. یک جان تشکر از اینکه آمدین به برنامه و همتون عزیز. از شما هم سپاسگزار هستم که این بخش بیننده بودین. برنامه ادامه داره، فعلا هم یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.